درود بر شما، نوروز پیروز. بیننده نخستین برنامه حرف آخر هستید در سال جدید با من به صورت زنده از لندن. این قسمت واقعی واقعی حرف آخر حرف شماست. من نه قرار صحبتی بکنم نه مهمونی دارم امشب، فقط و فقط خودتونید و روایت شجاعت و مقاومتتون در برابر یکی از مخوفترین دیکتاتوری‌های تاریخ در یکی از متاسفانه سیاه‌ترین دوره‌های ایرانمون. شجاعت و مقاومتی که نوید این رو میده مثل همین نوروز فصل شکوفایی سرزمین مادری ما هم فرا میرسه و مثل همیشه نور بر تاریکی پیروز خواهد شد. نیم ساعت آینده رو از دست ندید. وقت بخیر. پارسال همین روزها با کمرنگ شدن تظاهرات خیابانی و به لطف دعواهای واقعا میشه گفت مهد کودکی اپوزیسیون در خارج کشور که همش بازی در زمین رژیم بوده و هست، به نظر من جمهوری اسلامی فکر کرد تونسته انقلاب شما مردم ایران و جنبش زن زندگی آزادی رو سرکوب بکنه. اما بیاین با هم یک نگاه بندازیم خیلی خلاصه به اون چه که در 1402 گذشت. وقتی مجموعه اتفاقات سال گذشته رو کنار هم بگذاریم این سوال پیش میاد که آیا واقعا آتش خشم مردم فروکش کرده و به قول حزب‌الله‌ها و طرفداران جمهوری اسلامی شورش تمام شده؟ بیاین با هم یک مروری بکنیم. من متاسفانه وقت نیست همه ی اون چه که شما به تصویر کشیدید سال گذشته رو اینجا روایت بکنم، اما سعی میکنم از هر چند هفته یکی دو اتفاقی که یک جرقه ای تو این روزها در ذهنمون ایجاد میکنه و امید براتون به وجود میاره رو پخش بکنم. فروردین ماه 1402 دقیقاً پارسال همین روزها نتیجه یکی از شدیدترین تهدیدهای نیروهای امنیتی رژیم درباره موضوع حجاب شد یکی از بزرگترین کمپین‌های حجاب اختیاری که دارید توی این تصاویر می‌بینید. توی آمل مازندران جالب یک کافی شاپ که پاتوق جوان‌های شهر بود رو به خاطر بی‌حجابی پلم کردن. اگه یادتون باشه بریم عکس العمل مردم جلوی همون کافی شاپ رو ببینیم که بعد اینکه بسنش چه کار کردن. چقدر امید بخش واقعا. ملت ایران هیچ فرصتی رو برای شاد بودن و رقصیدن و خندیدن به ریش این آخوندها از دست نمیدن. البته فرصتش رو پیدا بکنن به همین آخوندها و بسیجی ها نشون میدن که به قول گفتنی یک من ماست چقدر کره میده. در همون هفته‌های ابتدایی سال 1402 بعد مدت‌ها خیابان‌های تهران به خاطر سالروز تولد قهرمان همه ما حمیدرضا روحی دوباره رنگ و بوی انقلابی گرفت و مردم یک بار دیگه تن و بدن خامنه‌ای و اطرافیانش رو در بیت رهبری لرزوندن. شانزده فروردین
شهر زیبا. دانشجوها همواره نقش مهمی در شروع و گسترش انقلاب 1401 داشتند، دارند، پارسال هم مثل گذشته ثابت کردند که همچنان تو خط اول مبارزه با جمهوری اسلامی هستند. کسبه هم چند بار دست به اعتصاب زدند که نمونهش همین اعتصاب بازار امین حضور در تهران هست که در ویدیوی بعدی میبینیم. 29 خرداد 1402 اعتصاب کسبه بازار سر امین حضور. امروز 29 خرداد کسبه سر امین حضور اعتصاب کردن، اکثرا بستن به خاطر وضعیت دلار، وضعیت معیشتی. ببینید همه بستن اعتصاب کسبه سر امین حضور به خاطر مالیات بالا، تعذیرات که هر روز میاد کسبه ها رو اذیت میکنه. من نمیدونم چی کار کردن اینا واسه مردم که هر روزم دارن یه دردسری درست میکنن. خب دانشجوها که گفتم خیلی نقش مهمی داشتن، دارن، همچنان هم به نظر من جنبش دانشجویی جزء پیشروترین جنبش های ایران هست. از 18 تیر 78 تا همین الان و همراه با مردم پیشرفت کرده و الان کاملا روی کردش براندازانه است. یه مسئله خیلی مهمی که مطرح میشه و همچنان در واقع در راه عملی کردن چالش های بزرگی وجود داره، مسئله اعتصابات سراسری هست، مشارکت اصناف مختلف، رانندگان کامیون، رانندگان تاکسی، فرهنگی ها، نمیدونم بازرسته ها که ما در گوشه گوشه ایران میدیدیم که تجمعاتی رو برگزار میکردن. اما اعتصابات سراسری شاید یکی از در واقع مؤثرترین راهکارهایی است که جمهوری اسلامی به ورطه نابودی کشیده میشه. هماهنگیش خیلی سخت هست و همه ما امیدواریم که در سال جدید همه اقشار در این مسیر حرکت بکنن که بتونن کمک بکنن به جنبش براندازی ایران. چون واقعا یک نفر اتفاقا در شبکه‌های اجتماعی حرف جالبی نوشته بود، خطاب به تمام کسایی که مشغول کار هستن در اصناف مختلف، این بودش که حالا هر چقدر هم درآمدتون باشه، اگه این وضع ادامه پیدا بکنه، مگه چقدر میتونید از اینی که هستید فقیرتر بشید؟ پس اعتصابات در کنار اعتراضات نقش مهمی داره. برگردیم به خیابان‌ها و شما مردم. توی متروها در پایتخت همچنان جنگ با مزدورهای رژیم در سال گذشته در جریان بود که ویدیوهای زیادی از همین متروها میومد بیرون و میدیدید. به همه ثابت کرد جمهوری اسلامی به طرفدارانش وقتی اسلحه دستشون نیست چه اتفاقی براشون میفته. یک نمونهش در ویدیو بعدی. اول تابستون پارسال مزدورهای جمهوری اسلامی به خونه محمد صادقی، هنرمند جوانی که به حجاب اجباری اعتراض کرده بود، حمله کردند. اونایی که حرف از مدارا و بخشش با جمهوری اسلامی و سپاه میزنن خوب این صحنه ها رو ببینن که به تیتر رسانه های بین المللی تبدیل شد، اتفاقی که برای این بازیگر ایرانی افتاد و تصاویری که جهان متوجه شد چه خبر هست. رژیم و مزدورهاش با مفهوم انسانیت بیگانن و برای همین شاید واقعا مدارا و بخشش در موردشون کاری نمیکنه. ببینیم این ویدیو بعدی رو. یه عکس بسیار معروفی هم اومده بود بیرون که در واقع از پنجره آویزون بود این بازیگر برای اینکه بتونه از بالکن فرار بکنه و آتش نشانی از اون برآورده بودن و برای اینکه یک هنرمندی رو بگیرن که مدافع حقوق همجنسگرایان هست و مدافع حقوق زنان و طرفدار آزادی. در همین سال گذشته تصاویر زیبای به قول انگلیسی ها تایملاین توییتر و اینستاگرام فارسی ادامه صلابت و شجاعت زنان در مواجهه با رژیم بود که به قول پارمیدا شهبازی ثابت کرد زنان ایرانی تا رگ گردن پای عقایدشون وای میسن. این تیکه ویدیویی که دارید میبینید اگه دقت کرده باشید در پایان موزیک ویدیویی که از هنرمند مردمی مهدی یراهی هم پخش شد سال گذشته هست در آستانه سالگرد مردم. مهسا ویدیوی پارمیدا رو ببینید. پلیس فحاشی کردی، به ضابط قضایی فحاشی کردی، همه اینها داره مستمر میشه. من چه رگی گردنم پای عقایدم با
باشه 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 از جلوی محکم امام حسین اینجوری رد شدی حرمت شکنی که از ام امام حسین کیه؟ از همین از سر مرد گوزی ببین چمون چمدارانی کشت شما میزن بیا آقا بیا بیا اینجا مرد که آشمان نما نکن بگو باشه همین خواهش میکنه بگو باشه شما میخوای یکی رو شما نه من اصلا قراره نیست شما رو هدایت کنم نه 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 شما مجرمی من با مجرم صحبت ندارم چه مجرمم از چه قانونی مجرم تو چه دینی مجرمم من یک انسان بالغم خودم تصمیم میگیرم چه غلطی بکنم غیر از کشف نجات داری تشویش از آن عمومی میکنی این دومین مورد این سومین مجرمی مخصوصا این ویدیو رو از کانال تلگرامی یکی از در واقع وابستگان سپاه گذاشته بودم که ببینید چقدر براشون مهمه که همچین اتفاقایی میفته میبرن در رسانه‌های خودشون منتشر میکنن و این نشون میده که دقیقاً نقطه ضعفشون کجاست. ایرانی‌های خارج از کشور هم هر جایی مزدورهای رژیم رو میدیدن از خجالتشون در میمدن و واقعاً لازمه که در بین ویدیوها یادی از ایرانیان خارج از کشور و شجاعتشون هم بکنیم مثل اتفاقی که در ویدیوی بعدی میفته. داخل کشور که دیگه روال هست مردم هر جا فرصت پیدا میکنن یه پاسخ تراز به این مزدورهای رژیم میدن. ویدیوها بسیار هست، یه نمونهش رو در تصاویر بعدی میبینیم. شهریور پارسال برای ما مردم سالگرد مهسا یک معنای دیگه‌ای داره. کشته شدن این دختر بیگناه و انقلاب زن زندگی آزادی فصل جدیدی رو در تاریخ ما رقم زد. انقلاب ایران با کشته شدن این دختر جوان به اوج خودش رسید. برای همینه که این روز برای شما هم روز خاصی هست و جمهوری اسلامی به تمام نیروهاش آماده باش میده. اینجا رشته علم الهدا با شروع فصل مدارس نیروهای وحشی جمهوری اسلامی آرمیتا گراوند رو به خاطر حجاب اجباری کشتن. تصاویری که به مرور در اومد، اخبار زد و نقیزی که خود جمهوری اسلامی در نحوه اطلاع رسانیش نقش داشت که مردم رو در واقع گیج بکنه، ولی در نهایت معلوم شد که باز هم مثل مهسا سرکوبکرهای این رژیم پشت این قتل هستند و یک بیگناه دیگه قربانی حجاب اجباری شده. و اما با حمله تروریستی حماس به اسرائیل 7 اکتبر، مردم ایران باز هم در جای درست ایستادند و تبدیل شدند به بزرگترین جامعه حامی اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی. در فضای واقعی هم برای حمایت از این کشور هر جا فرصت کردن سنگ تموم گذاشتن و هنوز هم میگذارن ایرانی‌ها جزو ملت‌هایی هستند که دوشادوش اسرائیلی‌ها در مبارزه با تروریسم ایستادند. یکی از به یاد موندنی‌ترین ویدیوهای سال گذشته که توضیح بیشتری نیاز نداره، به من شخصا بارها شاید نگاهش می‌کنم هر چند وقت یک بار که باعث انبساط خاطر هست، در یکی از استادیوم ها اتفاق افتاد. حتما یادتونه، الان ببینید متوجه میشید. فاطمه رجایی پزشک اهل آمل بدون حجاب اجباری برای گرفتن جایزه جراح نمونه سال روی سن رفت. همین باعث شد از حضور سر کلاس درس محرومش بکنن.
مشابه اتفاقی که برای خانم رجایی افتاد و شجاعتی که زنان دیگه مثل خانم رجایی رقم زدن زیاد هست در ویدیوهایی که اومده بیرون تو یک دو سال گذشته. در مورد این خانم دکتر رجایی، نماینده خامنه‌ای گفته بود تا زمانی که توبه نکنه و چادری نشه اجازه کار کردن بهش نمیدن، غافل از اینکه این اتفاقات و حرفا دیگه تأثیری نداره. و اما در اول برنامه من اشاره کردم که مردم ایران از هر فرصتی برای شادی کردن و تو دهنی زدن به جمهوری اسلامی استفاده میکنن. این همراهی مردم با چالش رقص صادق بوقی هم جزو اتفاقهای جالب پارسال بود که گزیده ایش رو ببینیم. و اما جمهوری اسلامی در سال گذشته هم در واقع هر جا تونست شلاقی به تن زنان قهرمان ایران زد، اما مثل این تصویر رویا حشمتی که میبینید هیچ وقت نتونست شما زنان ایران رو تسلیم بکنه. یه حقیقت یادت دارم ویدیوی قبلی مربوط به تصاویر متعدد از آتش زدن بنرهای سلیمانی و خامنه‌ای در خیابان‌های ایران بود که زیاد دیدید و الان بریم ویدیوی رویا حشمتی رو ببینیم. و هرچی به آخر سال ما نزدیک می شدیم، در واقع اتفاقاتی که می افتاد جالبتر بود. نمونش نکبت 22 بهمن که به هر حال عدم حضور شما، حضور کمرنگ شما نشون داد که یک بار دیگه به قول معروف چقدر همراه هستید با جمهوری اسلامی. و ویدیوی بعدی اما همراهی مردم هست با خانواده مهران سماک زمانی که جام ملت‌های آسیا در قطر در واقع انجام بود و جمهوری اسلامی تیم ملا یک بردهایی رو داشت و مردم نشون دادن که چقدر قهرمانانشون رو دوست دارن، چقدر همراهشون هستن. و همراه برادر مهران سماک در واقع یک کارزاری را افتاد برای اینکه شادی نباید کرد از پیروزی تیم فوتبال جمهوری اسلامی. ویدیوی برادر مهران سماک رو ببینید. ما که خوشحالیم که باختیم. اینم جایی که داداشم آخرین شب اونجا بود و یه حرومزاده از این فاصله شلیک میکنه بهش، از همین فاصله کم، ولی ما باشتم خوشحالیم که باختیم. اینم به خاطر داداشم. نیازی به توضیح نیست که نیمه اول اسفند ماه امسال شما بار دیگه نشون دادید که از کلیت این رژیم عبور کردید. مشارکت زیر 10% این ویدیویی که می‌بینید در چابهار که صندوق خالی و مشارکت 0% در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری رو نشون میده. و اما یکی از اتفاقاتی که هنوز هم ترند شبکه‌های اجتماعی که احتمالاً خودتون هم دیدید، شجاعت مادر قومی هست در برابر آخوندی که ازش برای پرونده‌سازی فیلم برداری می‌کنه. زنان و دختران ایران هر روز بیشتر از گذشته نشون میدن که دیگه ترسی از این رژیم و موضوعاش مثل این جوجه آخوند ندارن. ویدیو رو قطعاً دیدید، جا داره که در این برنامه هم یک بار دیگه ببینیمش. ببینم گوشی تو، ببینم گوشی تو، با اجازه اینکه من عکس گرفتی، بچه‌ها فرض به حال منه، گوشی تو ببینم.
چهارشنبه سوری امسال برای مردم تبدیل به فرصتی شد که دوباره به دنیا بگن هیچ ربطی به این حکومت بدوی و عقب افتاده و وحشی ندارن و حاضر نیستن آیین‌ها و سنت‌های ایرانی رو با چرت و پرت‌ها و مزخرفاتی که جمهوری اسلامی می‌خواد جایگزین بکنن. سال‌هاست این رژیم تلاش می‌کنه رسم و رسوم اصیل ایرانی رو کمرنگ نشون بده، اما ما هر سال می‌بینیم که توجه و اقبال ملت ایران به این آیین‌های ملی و ایرانی بیشتر میشه. ویدیوهای بعدی در مورد این هست. دیدید که چهارشنبه سوری امسال هم به فرصتی تبدیل شد برای اینکه مردم به طرق مختلف اعتراضشون به این رژیم رو نشون بدن و من البته عذرخواهی میکنم بابت محدودیت وقت که نتونستم هزاران صحنه‌ای که شما رقم زدید رو اینجا پخش بکنم، تصاویری که واقعا هر کدومش در تاریخ معاصر ایران بعدها میشه راجبش ساعت‌ها صحبت کرد. همینجا اعلام کنم که به یاد تمام شجاعت‌ها و رشادت‌های شما هستم و به احترامتون سر فرود میارم. و اما پایان بخش برنامه امشب اتفاقی هست که همه ما رو در اولین روز سال جدید غافلگیر کرد، شوک شدیم و بسیار غم زده و عزادار. پارسال دقیقاً همین روزها سوم چهارم عید من با فرامرز اصلانی، خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای نامدار ایرانی در تورنتو کانادا به گفتگو نشستم و در پایان و مصاحبه از او دو سه سوال کردم که بد نیست برنامه امشب رو با پاسخ‌های فرامرز عزیز تموم بکنیم. هنرمندی که واقعاً نشون داد معنای هنر و هنرمند چه هست، یعنی جدا از ارائه کارهای هنری اینکه در کنار مردم بود، حضور فعال داشت در تظاهرات‌های خارج کشور، نشون میداد که یادش در واقع نام یادش در خاطره های ما خواهد موند و هیچی نباشه همون آهنگ اگه یه روز بری سفر رو اگه بشه فقط به عنوان معیار قرار داد، تا روزی که این آهنگ در سواحل شمال پخش میشه فرامرز اصلانی زنده است. یادش گرامی، آرزوی سال بسیار خوبی برای شما و تا هفته آینده بدرود. با پاسخهای فرامرز برنامه امشب رو تموم میکنیم. فرامرز عزیز، جایی گفتید در یه گفتگویی، نمیدونم خودتون یادتون باشه یا نه، من پیدا کردم 15-16 سال پیش، من اهل همه ایرانم. بله. ایران از نظر شما چیه؟ کجاست؟ نخست سرزمین مادریمه. یک روز از یک نفر پرسیدند که سرزمین مادری کجاست؟ گفت اونجا که رفتگانت در خاکند. منم رفتگانم اونجا در خاکند، سرزمین مادری منه. میگم که اون چیزی که شما گفتید من گفتم برای اینی که هیچ تفاوتی بین خودم و کسی که جای دیگه ایران هست یا استان دیگه هست یا لهجه دیگه داره، هیچ تفاوتی نمیبینم. همه ما اون خاک به تنمون خورده و
و از اون خاک هستیم و گمان میکنم که یک گهواره‌ایه که با وجود اینی که خیلی سال الان 45 ساله که در اون گهواره راست راستکی نیستم، ولی در اندیشم هست، در گذشته یادی، در گذشته یادی من وجود داره و همیشه شعر که می نویسم یاد اون زمان هستم که برای من آسمان فیروز رنگ تر از الان. دوست دارید چه پیامی به مردم بدید در این در واقع سال جدید از این دوربینی که مقابل شما هست؟ بهشون درود میفرستم و میگم که دل بد مدارید، چنان نماند و چنین نیست هم نخواهد ماند، روزگار شادی میاد.